شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان حسن و زیبایی مجسمه های هند، نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. سفری به شهرهای تاریخی اجنتا و ایلورا در غرب هند مانند یک مسافرت سحر انگیز در یک زمان سرشار از تاریخ و هنر است. شاید این غارهای مرموز که یک جنگل معمولی را به شکل یک گنجینه واقعی هنر بودایی دیگرگون می سازند، به طور ناگهان پدیدار می شود. هنگامی که یک بازدید کننده در جاده‌ای مانند نعل اسب قدم می‌زند و این غارها را مورد کشف و متعلق قرار می‌دهد، می‌تواند از این ماجراجویی و تفریح مطمئن بشود. این غارها یک مرتبه بدون آرایش نظر می‌آیند که روش زندگانی عاجزانه راهبان بودایی را منعکس می سازند و بار دیگر یک فعالیت ناگهانی را به عنوان دیوها و دیوتاها بر دیوارها و سقفها نشان می دهند. در اینجا این دیوارها به عنوان گالری هنری بزرگی محسوب می شوند و با نظر به این حقیقت قابل دیدند. آنها پر از نقاشی ها می باشند و هر یک از آنها بیانگر داستان است. همین خصوصیت اینها را بسیار جالب نظر قرار می دهد تا یک بازدید کننده می تواند وقت خود را در معاینه نقاشی های مبنی بر جاتکا یعنی داستان های زندگی بودا بگذراند. در این ضمن این حقیقت امر قابل تذکر است که یک جاتکا توجه بازدید کننده را به جاتکای دیگر جلب می کند. مجسم سازی هند پیچیده، متنوع و وابسته به احساساتی می باشد، در حالی که این همیشه مورد تحسین و ستایش قرار گرفت و این امر واقعا درک شده است که این متقاضی ترجمانی است. این برای یک بازدید کننده خارجی به عنوان بسیار پیچیده و سمبولیک پدیدار می شود. یاد آوری این امر مهمی است که مجسمه هند به جای یک کار هنری بزرگ چیزی است که نیز مورد عبادت قرار بگیرد. در اینجا هیچ افتخار شخصی برای هنرمند و صنعتگر وجود نداشته، بلکه منشای هنرمند با خوشنودی رب الناس تعلق داشت. اینطور می‌بینیم که هنر هندی دارای ماهیت فداکاری است و این با انگیزه های مذهبی تعلق دارد، زیرا در اینجا ذوق زیبایی نقش ثانوی را ایفا می‌کند. در اجنتا و ایلورا مانند شهرهای متعدد دیگر هند باستانی، مجسمه سازی به طور صمیمانه مرتبط با معماری است و اینها آنقدر پیوستگی دارند که همیشه ممکن نیست که از همدیگر جدا ساخته شوند. در نتیجه سنگ تراشی تپه‌ای مجسمه سنگ یک پارچه‌ای به وجود می آید که به طور حتمی نیازمند مهارت کامل در طراحی می باشد، به علت این که این بر افزودن چیزی منحصر نمی باشد، بلکه این امر تعلق دارد که چه چیزی را از بین برده شود. به قرار یک کتاب رهنما، سنگ 3 میلیون کیوبیک فوت برای به وجود آوردن یک شاهکار از کنار تپه حفر نموده شده. در عین حال یک رویش عادی مزین ساختن معابد با مدخل‌های بزرگ سپردار وجود داشته که پیچیدگی سنگ تراشی را نشان می‌دهد. این جنبه است که در معماری مغول هم ادامه یافته، در جایی که دروازه‌های بلند به عنوان یک نمایش پیروزی که از لحاظ اهمیت مذهبی بنا کرده شدند، محضا این امر را آنچنان پیچیدگی سنگ تراشی را نشان نداده، اما دارای کار تزیینی قشنگ درونی بودند. بلند دروازه در فتحپور سیکری به نزدیک آگرا که در دوران حکمرانی شاهنشاه اکبر بنا گردیده، یک نمونه برجسته نوعیتش می باشد. شنوندگان عزیز، باید برگردیم به معبد کیلاش نات واقع در ایلورا. درون مجتمع این معبد یک مجسمه معروف دیو راونا به حالت جنباندن کوه کیلاش وجود دارد. داستان این طور است که دیو راونا در کوه کیلاش که در آنجا بهشت شیوا رب النو هندوان قرار داشته زندانی شده. اینک راونا برای نشان دادن خشمش با گسترانیدن دستهای متعدد خود به این کوه تکان می دهد. در این مجسمه شیوا بر فراز این کوه بدون هیچ پریشانی از همه آشوب نشسته، در جایی که همسرش پاروتی به حالت نگرانی است. راونا به این خطه هنری یک انگیزش
فراهم می کند. تضاد ما بین آرامش شیوا، پریشانی پاروتی و خشم راونا در این قطعه هنری به خوبی منعکس شده است. خواه این بودایی و یا برهامنی باشد، نظریه‌ای در اذهان هنرمندان وجود داشته که در این قرار و مدار جای عمده‌ای به ربونا داده شود. در کتیبه آرایشی این حسب معمول است که بودا بلندتر از دیگران در اطرافش ایستاده به نظر می آید. بھارت استوپا به عنوان رویه ملکه مایا که در قرن دوم قبل از میلاد مسیح بنا گردیده بهترین مثال آن است. در اینجا حتی فیل هم کوچکتر به نظر می آید. این ملکه محض رویایی دیده بود که او بودا را خواهد زایید. یک هنرمند برای منعکس دادن این رویه ملکه مایا نشان داده که شبیست و یک چراغ شب را در محل آشکار جا داده و این را در یک جای کوچک محض 20 اینچ گذاشت. اگرچه این هنرمند با عقاید تازه مانند تناسب و علم مناظیر و مرایا آشنایی نداشته، مورخان هنر این امر را موسوم به تناسب کاهنی می نمایند. سندگران ضابطه سرسخت پیکرشناسی را رعایت می کردند. آنها هیچ وقت آزادانه ننشسته. در این پس منظر امکان ناچیزی قدرت خلاقانه وجود داشته. در هنر بودایی دوره‌ای وجود دارد هنگامی که بودا به حالت انسانی خود نمایش داده نشده، به جای این موجودگیش را از طریق سمبول‌ها زیر سایه درخت بودایی و یا استوپا نشان داده شده است. این با دوره هین یانا تعلق دارد هنگامی که بودایزم یک مذهب جدید بوده. بعد این آنقدر با روش های برهمنی آمیخته شده که این فصال هر دو از همدیگر دشوار گردیده. بودا در دوره مهایانا به شکل انسانی است پدیدار می شود و هنر گندهارا بهترین مثال آن است. در اینجا تاثیراتی از خارج از هند هویداست. مجسمه در جای سه بعدی جهان مادی وجود دارد و از این لحاظ مشابه سبک معماری است. اگر این در دایره قرار دارد، در آن صورت کسی می تواند در گرداگرد آن دور بزند. تاروپاد مجسمه سازی مهم است. این برانگیزش همیشه قطعه هنری را جالب نظر می سازد. بنای یادگاری یکشی از دیدارگنج ساخته از سنگ بسیار رنگ و روغن شده که در دوره موریاها بکار برده می شد بهترین نمونه آن است. از سوی دیگر سطوح متعدد خشن و ناهنجاری را نشان می دهند، اما تا هنوز می توانند احساس مشابه زندگانی را به وجود بیاورند. شالوده مجسمه هندی منحصر بر مباد است که سندگر آن را برای ساختن مجسمه انتخاب می کند. هنر مجسمه سازی هند زیر سرپرستی دودمانها و حکمرانان متعدد رو به پیشرفت نهاده، زیرا این را باید در پس منظر تاریخی و سیاسی مورد بررسی قرار داده شود. این نیز خود را به هنرهای دیگری آن زمان مانند نقاشی و معماری سازوار نموده. در یک جریان طبیعی رشد این تاثیرات خارجی روم و عرب و کشورهای دیگری جهان را پذیرفته که هند با آن مناسبات تجاری داشته بود.